hot and very, very strong. Very low rates of unemployment, very high participation rates. So attracting more people into the... I came to Australia for my higher education purposes. From the very first day, I liked Australia and Australia. دوستای عزیز و بیننده های گرامی، درود بر شما. پس از مدت زمان بسیار طولانی باز هم در خدمت شما هستم با یک ایمیلی که از استرالیا برای ما رسیده. البته میخوام به دلیل این ویدیو رو با شما نشر میکنم که شاید در سالهای در سال قبل در ماه اگوست یا بعد و قبل از اگوست ادهی از افغانها با استرالیا درخواست داده بودن که خوشبختانه بعضی از درخواست ها فوری قبول شدن و اینها رفتن رای مهاجرت را در پیش گرفتن، در یک فضای امن به سر میبرن. اما ادهی پروسیسی کیسشان در حال پیشرفت است و در حال پروسیس هست و بعد از راه های کوتاهی که دولت استرالیا اونا روی دست دارن، مثلا اعلان کرده از جمله یه ایمیل برای ما ایمیل فرستاده و بعض موضوعات رو گفته. خب من پیش از اونی که یه ایمیل را و یک فرمی که برای ما روان کرده که با او فرم بتانم تصریح پروسه ای که مثلا اگر بخوایم استرالیا بریم ایره را سرعت ببخشیم، ایره با شما شریک میسازم. ولی وعده میتم انشالله بعد از این در خدمت شما هستم، تلاش میکنم با اخبار مهاجرت، فرمهای مهاجرت بعد از این فعالیت کنم با شما در موضوعات مختلف، بحث‌های مهاجرت با استرالیا، آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، برزیل، کشورهای مختلف، ایتالیا و کشورهای مختلف. خب من اصل موضوعی که اینا گفته با شما میخوانم. گفته We would like to inform you to of the latest notice from the department. میگه آخرین اطلاعیه‌ای که از دپارتمنت بخش مهاجرت به شما اصل اینا به شما اطلاع میتون. گفته از اینی که شما به عنوان یک فعال اجتماعی به ادامهش است، به عنوان یک سوشال ورکر یا فعال اجتماعی یا کارگر اجتماعی فعالیت میکردین در افغانستان و بعد درخواست دادین به ویزه استرالیا که را در سال قبلی ما درخواست داده بودم و ما بسیار سپاسگزاری میکنیم. میگم ما برای پیشبرد کیس های مهاجرتی به استرالیا و اونهایی که بعضی از مهارت های خاص را داره یک فرم خاص را به نام سب کلاس آی 189 ایره در اختیار شما قرار میتیم و شما به اصطلاح گفته شما تحتی پروگرام میتونین فرم را که پر کنین. وزارت داخلی استرالیا پلان گرفته که با توجه به مهارت شما شما را چی کنه و از جمله گفته همه سوشیال ورکر که از جمله از سب تایتل یا سبجکت خود ما بودن یا تایتل خود ما بودن، این هم در بخشی موضوع هست که شما میتونین. گفته شما با توجه به کوالیفیکیشن و کیفیت خود اگر بالای 65% اسکور یا نمره بگیرین، از شما بسیار به زودی دعوت میشود به عنوان یک باشنده اصلی کشور استرالیا، به شرط این که شما بالای 65 یا 65 بگیرین. گفته ما شما یک بار دیگر بازم دعوت میکنم که شما این فرم پایین را پر کنین که به مدت 3 الی 5 دقیقه وقت شما را میگیره، زیاد وقت نمیگیره و این برای روند و تسریع کیس شما به استرالیا بسیار کمک میکنه و همچنان شما را به عنوان یک باشنده اصلی استرالیا تثبیت میسازه و شما را فوری کیس برای شما آماده میشه. خب ما وارد از این میشیم. گفته complete your 2022 eligible assessment، مگه همی توانایی های و مهارت های خود در اینجا میگه شما تکمیل کنید. خب ما هیر اینجا گفته هیر کلیک، ما کلیک میکنیم میریم وارد پروسه میشیم. وقتی اینجا آمدین چند قدم است. گفته سرچ فور اوکوپیشن، میگه اول شما باید دمی مرحله وقتی پر میکنید اوکوپیشن یا شغل خود شما شناسایی کنید پیدا کنید. مرحله دوم گفته همی
توانایی های خود را که در اینجا شما توانایی دارید اینا رو میگه شما بعد از اینکه تکمیل کنید پر کنید و مرحله بعدی نتیجه بگیرید. خب ما پیش میریم. در رنگ سبز اینجا گفته search for your occupation، میگه اولا می شغل خود یا مهارت خود شما پیدا کنید اینجا. خب ما میریم وارد مرحله میشیم. خب اینجا وقتی مطالعه کنیم در اینجا گفته این ویزه یک ویزه هست که به خاطر مهارت و توانایی شما این ویزه برای شما داده میشه. اگر شما این ویزه رو بگیرین و شما دعوت میشه با توجه به مهارت شما، شما یک ورک پرمننت در استرالیا میگیرین که اجازه کار و بعد از اون شهروندی استرالیا رو شما میتونید با این ویزه مهارت خود و شما گفته در تمام نقاط استرالیا میتونید به کمک از این بودو باش کنید، زندگی کنید، اجازه کار داشته باشین و حتی گفته اجازه تحصیل داشته باشین. خب این قصه ها رو گفتش در هر نقطه استرالیا گفتش چگونه حتی از مسائل بهداشتی شما این مسائل گفتش شما حفاظت میشه. این بسیار گپای خوبه. خب وارد این مرحله میریم. مرحله اول میگه شما چی کار بدین. مثلا این ایمیل برای ما آمده، ما یک سوشال ورکر بودیم، ما اینجا می نویسیم سوشال ورکر. در پایین هم گفته چی کنین، اگین دوباره تکرار کنین سوشیال ورکر. بعد از گفته مثلا شما به کدام عمر هستین، یک عمر شما انتخاب میکنه مثلا 33 39 25 33 یا مثلا این رو من انتخاب میکنم. در این مرحله که بگه گفته وظیفه فعلی شما چی هست، شما مثلا SO CIL مثلا سوشیال ورکر شما اینجا می نویسین سوشیال ورکر. نیکس میکنین، مرحله بعد میرین. بعد از او گفته شما چند سال به این کار کار کردیم. مثلا ما با بالای 8 سال یک فعال اجتماعی مدنی بودم کار کردیم. گفته how well you real English language ability، توانای انگلیسی شما چقدر هست. مثلا advanced است، ما بعضی beginner هست. اینجا تحصیلات شما رو گفته bachelor degree هایگر PhD. گفته من مثلا bachelor رو میزنم. گفته have you visited to live it in Australia قبلا، میگه برای زندگی با استرالیا چی ما مراجعه کردین. من میگم no. select the relevant partner skill qualification. اینجا گفته آیا مثلا زن شما همراه شما بده به ویزه مهارت های مهارت کاری میتونه درخواستی بده یا اینکه و فقط میخواید بعدن بیاید یا اینکه شما رو دعوت میکنه کدام. مثلا من میگم من مجرد هستم. یا اینجا در آخر گفته you are single or your partner is not Australian citizenship permanent residence. مثلا من میگم من single هستم. خب مرحله بعد گفته که are you credited as para professional interpreter. میگم مثلا شما به لیول دوی انگلیسی مثلا national accreditation authority for translator and انترپریتر شما میگه این مهارت رو دارید. من میگم یس بله دارم. میگم will you agree to have criminal background. میگم آیا شما موافق از این هستین که من background جرمی شما بده استرالیا چی شوه چک شوه این استرالیا necessary if اگر لازم باشه. میگم بله مشکل نیسته حاضر استم. خب گفته if necessary will you be willing to future you are a student in order to meet skilled immigration criteria. این بسیار یک استیتمنت خوب است. در این سوالیه گفته چیزی که شما خواستن گفته اگر به خاطر یعنی ویزه مهاجرتی مهارت کاری در مهاجرت مهارت کاری در استرالیا آیا شما حاضر هستین که مثلا در اونجا ادامه تحصیل بکنین. مگه بله این برای ما جوان ها بسیار اهمیت داره اونایی که دنبال تحصیل باشن. بله چرا نه. گفته what is your country of citizenship. citizenship شما چی هست. مثلا شما میگین که ما افغانی هستم، افغانستان سیتیزنشیپ ماست. Have you ever been denied entry in another country. میگه آیا شما تا هنوز از طرف کدوم کشور رد شدین که وقتی که بخواین وارد کشور شما رد شده باشین. من میگم نه ما با کدوم مشکلی نداشتم با کدوم کشوری که رد شدم. گفته استرالیا is a needed skilled migration. How soon would you will to migrate to Australia. میگه چقدر زود شما میخواین به استرالیا زندگی مهاجرت کنین. من میگم as soon as possible. هر چی زود سرعتش زیاد باشه بهتر است. مثلا ما ایره as soon as possible.
گفتم وات از یور فول نیم تو اوکی فول نیم مثلا نوشتم میکنیم که فول نیم ما داوود کامیار خب ایره نوشتم بعد از ما و شما میخواید که where should we email your immigration to Australia next step guides میگه برای راهنمایی مرحله مهاجرت به استرالیا ما به کدا به کجا ایمیل بزنیم به کدام سفارت در کدام کشور اینی باید شما در هر کشوری که زندگی میکنید و را مشخص کنید. خب دوستا شما ایمیل خود میزنید اینجا بعد از او اما کشور معرفی من یا کشور در هر کشوری که هستین پاکستان این ایران هر کشوری که هستین بعد از ایمیل آدرس خود پایین نوشته میکنید و تکمیل میشه پروسه شما. دیگه در این ویدیو بیشتر از این حرف نمیزنم، برای ویدیوهای بعدی در خدمت شما هستم. امیدوار هستم لایک سابسکرایب را فراموش نکنین، ویدیو رو با گروه ها شیر کنین. تا ویدیو دیگر خدا یار نگهدار شما.